سکته قلبی یکی از شرایطی هستش که ممکنه که حیات فرد رو تهدید کنه. پس بهتره که اقدامات اولیه جهت سکته قلبی رو بدونین. بهتون پیشنهاد میکنم که حتما تا انتهای این ویدیو همراه ما باشین تا راجع به اقدامات اولیه اون باهاتون صحبت کنیم. اقدامات اولیه در سکته قلبی. اولین اقدام در مواجهه با فردی که دچار حمله قلبی می شود این است که آرامش خود را حفظ کرده تا بتوانید از زمان طلایی برای کمک به بیمار بهره ببرید. اگر مریض شما هوشیار است، بایستی هر گونه علائم مشکوک را مهم تلقی کرده و بلافاصله با شماره 115 اورژانس تماس بگیرید. بعد از آن با توصیه اپراتور اورژانس می توانید یک عدد قرص آسپرین 325 یعنی قرص آسپرین بدون روکش را به مریضتان بدهید تا آن را بجود. البته در صورتی که بیمار به قرص آسپرین حساسیت داشت حتما به اطلاع اپراتور برسانید. علاوه بر آسپرین استفاده از قرص نیتروگلیسرین در مواردی که ضربان قلب و فشار خون بیمار پایین نیست توصیه می شود. اگر فرد بیمار به طور ناگهانی به روی زمین افتاد و هوشیار نبود تا به سوالات شما پاسخ دهد، دیگر منتظر تیم اورژانس نباشید. زیرا اولین اقدام در این حالت ماساژ قلبی به بیمار می باشد. در این موقعیت لازم است فشردن قفسه سینه با سرعت 100 عدد در دقیقه را آغاز کنید. و اگر فردی نزدیک شما حضور داشت، از او نیز کمک بگیرید تا با اورژانس تماس بگیرد. توجه داشته باشید بعد از هر 30 بار ماساژ قلبی یک تنفس مصنوعی دهان به دهان الزامی است. لطفاً آموختن این مراحل را جدی بگیرید. زیرا هر گونه تأخیر در انجام آنها می تواند به قیمت از دست دادن جان بیمار شما تمام شود. در مواجهه با فردی که هوشیاری خودش را از دست داده و به روی زمین افتاده به هیچ عنوان در ماساژ دادن قلب او تأخیر نکنیم و از یکی دیگه کمک بگیریم تا با اورژانس تماس بگیرم. ولی اگر که بیمار شما هوشیار بود بهتره که در قدم اول با اورژانس تماس بگیریم. ممنون از همراهی شما.